همه یاران و همراهان عزیز با اولین فیس کایپ سال 1396 خورشیدی 2500 و چند خسرو؟ این تخصص توه؟ 2576 ایرانی آغاز شده. منم به نوبه خودم درود میگم به همه بینندگان عزیزمون، دوستانمون در این فیس کایپ. باز هم بدون غافلگیرانه فیس کایپ زدیم امیر و منم شاد باش میگم سال نوین رو. من امروز تعجب خواهم کرد راست چه بخوای اگر ببینم که ما تعداد زیادی رو با خودمون خواهیم داشت. آخه مردم مگر کار ندارن دم نوروز؟ مگه نباید برن الان با خانواده هاشون عید دیدنی بکنن؟ مگر بیکارن که بیان بشینن اینجا پای صحبت‌های من و تو خسرو که ببینن ما درباره آخرین تحولات دنیا چی میگیم؟ و حالا به هر صورت نگاه کنیم ببینیم که میزان استقبال امروز چقدر خواهد بود توی این. امروز روز دوم فروردین میشه، درسته؟ دومین روز سال جدید. امین جان بله، و نکته اینه که ما الان یه مدتی بود به خاطر اینکه تو هم به خاطر اتفاقا به سن جریان ادمنستریشن جدید آقای ترامپ خیلی مشغول بودی و اینا و کارهای زیادی پیش اومده بود، الان دیگه نتونستی بودیم هر هفته برنامه داشته باشیم. معمولا شده بود هر دو هفته یه بار و دفعه قبل که دو هفته پیش با هم بودیم با اینکه اونم خیلی غافلگیرانه بود به اصطلاح و کسی اصلا نمیدونست، میکنم بازم رکورد چیکونده بود. نه دائم تقریبا همه برنامه های ما رکورد برنامه قبلی رو زده و خب این جای خوشحالی داره و خیلی ممنون از همه عزیزانی که با ما همراه هستن توی این. چند وقت شد؟ چند ماه الان خسرو داریم؟ ببین من ساعت از مبدأ سال نوین، از مبدأ تقویم جدید ایرانیان از 28 مرداد 32 اگه شروع کنیم تا حالا 35مینمون بوده فیس کالمون. از 28 مرداد چطور؟ مگه ما اولین برنامه مگه اون موقع بود؟ نه دیگه، الان تو تقویم سیاسی بعضی از این فسیلای 57 مبدأ تقویم ایران شده 28 مرداد 32 دیگه. خب قرار شده بود ما دیگه درباره اینا چیز نکنیم. نه خب من سال نو رو میخوام به همه شاد باش بگم، میدونین تقاعد همه بعد احترام گذاشت، ولی 35مین فیس کایپ مونه. یعنی امیر میشه تقریبا 35مین بیشتر باید باشه، فکر می‌کنم این 36مین نیست. یه دونه بسید که یکی شالا این وسط شهید شده نمیدونم، ولی حدودن یه نه ماهی باید، هشت نه ماهی باید باشه الان کار انجام میدیم. نه آره فکر میکنم و حالا ببینیم به یک سال برسونیمش بعد دیگه ببندیم بذاریمش تو بایگانی یا اینکه چه اتفاقاتی میفته. البته خب تحولات بسیار، من خیلی دوست دارم ادامه بدیم بدون رو درواسی چون خیلی موفقیت خوبی بوده و بیشتر هم بعد این کار انجام بدیم. حالا دوستان به تو یه ذره حمله کنن، دعوت کنن که چرا هفته پیش نبودی، دیگه تقصیر خودت. اوکی بعد خب من کجا بودم هفته پیش؟ اوه 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 اوه، وسط برف و طوفان و توی سواحل شرقی آمریکا یک طوفان برف بسیار سنگینی اومده بود که از اونجایی که همیشه میخوایم نشون بدیم که بسیار آدم شجاعی هستیم تصمیم گرفتیم که رانندگی بکنیم در به سمت چشم طوفان و به سمت نیو هیون و باستون که دانشگاه های ییل و هاروارد اونجا هستن. من برای کتاب جدیدم نیاز به یک سری اسناد و مدارکی داشتم که بعد میرفتم اینجاهای این اسناد رو تهیه میکردم. بسیار مهم بود که این اسناد رو داشته باشم. من وقتی چیزی مینویسم میخوام با دست پر بنویسم و الان مخصوصا برای کتابی که ماندگارتر از رفیق آیت الله خواهد بود در تاریخ ما، نمیدونم واقعا میشه چیزی ماندگارتر از رفیق آیت الله پیدا کرد یا نه، ولی مطمئنا کتابی که مبحث قانون اساسی توش صحبت میشه ماندگارترین خواهد بود. برای همچین کتابی نیاز هست که بهترین اسناد ممکن رو من بتونم توش استفاده بکنم. حالا منتظر باشید، امسال سالیه که این فرزند جدید هم متولد خواهد شد و امیدوارم اگر تلاشمون رو بکنیم، البته خود درفت اول این قانون اساسی پیشنهادی تا ماه می آماده بشه، اما بعد از اون برای تابستون امسال من امیدوارم که این کتاب جدید هم بتونه بیاد بیرون. حالا ببینیم به کجا میرسه کارهامون. سال نو رو، نوروز رو، نوروز باستانی جمشیدی رو تبریک بگیم. البته آقای خامنه ای فرمودن که این نوروز باستانی نیست، این جشن نوروز و اسلامیه
و من نمیدونم این جنس تریاکی که آقای خامنه‌ای میزنه چیه، ولی هر چی هست جنسش خوبه و خیلی خوب میتونه ایشون رو هر از گاهی ببره به هپروت و هر از گاهی بیاد یک همچین اظهار نظرهای کارشناسی عجیب و غریبی بده دیگه. اینا همه چیز رو تونسته بودن نسخه جعلی چینی براش بزنن، اما اینکه نوروز ما رو بیان بگن نوروز باستانی نیست، خب واقعا میگم فقط میتونه به جنس تریاک مربوط باشه. اما خسرو در این مورد صحبتی داری؟ نکته جالبی بود که دوستان داشتن ویدیوی رو شیر میکردن از مزخرفات خامنه‌ای، رهبر سیاسی نایاک و دیگر کسانی که در خارج از کشور هم از جمهوری اسلامی حمایت میکنن، داشت حمله میکرد به نوروز و میگو آره این پادشاهان باستان میخواستن از مردم هدیه بگیرن نوروز میذاشتن، و بعد هم یه پاتکی چی میگن زده بود به امویان و عباسیان که وارد این داستان نمیشن. ولی در کل وقتی میبینیم خامنه‌ای هم مجبور میشه هر سال بیاد پیام شاد باشه نوروزی بگه، این نشان دهنده اینه که پاشنه آشیل جمهوری اسلامی کجاست. همین من یادم خمینی که اومده بود، اون موقع مدرسه میرفتم و خمینی اومده بود همون سال اول فاجعه 57 اومد گفتش که دیگه نباید تعطیلی مدرسه ها نمیدونم چند روز باشه، این نوروز منحوس است. و من یادم همون سال اول فاجعه اولین نوروزش که خمینی گفته بود تعطیلی مدرسه بردارن برای نوروز، هیچ کس نرفت مدرسه. یعنی اولین شکستی که خمینی خورد در همین برای همین نوروز بود. و شما اگه به ریخت مظلوم و کتک خورده خامنه‌ای نگاه کنید که رفته بود جلوی دوربین امسال و مثلا پیام نوروزی میداد که اولا همینجا من اون دو دقیقه اولش رفتم در خونه یکی از همسایه‌هامون زدم، ایشون از کشور عراق هستن اتفاقا، گفتم بابا بیا ترجمه کن، این رهبر کشور میگه چیزایی میگن نمیفهمم، تو بیا ترجمه کن، چون پیام نوروزی آقای خامنه‌ای دو دقیقه اولش عربی بود. ولی در کل من به همه دوستان و عزیزان باری دیگه میخوام شاد باش بگم، نوروز باستانی آمدنش، امیدوارم همتون در کنار خانواده و دوستان بوده باشین و امیدوارم درس یاد گرفته باشیم از نوروز. نوروز نوید شکست ضحاکان، نوید شکست دشمنان ایرانه و من امیدوارم که نوروز فقط یه جشنی به اصطلاح در ظاهرش گیر نیفتیم، بلکه نوروز یک باوری توش هست و برای همین این باور هست که نوروز رو زنده نگه داشته و اون پیروزی زندگی بر مرگ. این آقایون مرگ پرستن و ما زندگی پرستیم و من امیدوارم که دوستانی که به خصوص در ایران امسال رفتن جلوی آرامگاه کوروش و هفت‌سین گذاشتن و به یاد نوروز در کنار کوروش بودند، این پیام خود پیام رو هرچه قوی‌تر به دیگر ایرانیان هم در داخل کشور برسونن. این بذر آزادی خواهی خوب جوانه زده و داره میوه میده امیر جان. نه این واقعیت این هست و منم خوشحالم که این مسئله رو یاد کردی از عزیزانی که شجاعانه رفتن در کنار آرامگاه کوروش بزرگ و اونجا نوروز رو گرامی داشتن. بعضی از دوستان حالا توی مسیج های خصوصی برای ما می نوشتن که چرا شما یاد نمی کنید از عزیزانی که دستگیر شدن توی ماجرای 7 آبان در روز بزرگداشت کوروش در پاسارگاد. ببینید خیلی رک و راست بهتون بگم، واقعا رژیم و اون دستگاه جنگ روانی رژیم میخواد که ما این کار رو بکنیم راستشو بخواییم. برای اینکه من خودم یادم هست وقتی توی زندان بودم توی یکی از، حالا نمیدونم اینو قبلا گفتم براتون یا نه، یکی از خسرو بعضی از این آدمایی رو که اسم میارم شاید خوشش نیاد از اسمشون، ولی یکی از مرخصیای زندان که اومده بودم بیرون شاید سال 1382 یا 83 بود، توی اون سالا منزل عباس عبدی رفتم. عباس عبدی یکی از دانشجوهایی بود که یکی از معدود دانشجوهایی بود که دانشجوهای واقعی که توی حادثه تسخیر سفارت آمریکا نقش داشتن و شاید 3-4 تا دانشجو بیشتر نبودن، بقیه همه چریک های در واقع سپاه پاسداران و کمیته های انقلاب اسلامی بودن که با هدایت سازمان امنیت شوروی توی اون عملیات شرکت کرده بودن و این دانشجوها همون زمان واقعا میشه گفت که نمیدونستن که چه بازی پشت این پرده است. خود عباس عبدی هم همیشه البته میگفت که ما وقتی رفتیم به سمت سفارت قرار بود فقط بریم توی حیات سفارت آمریکا
برای 2 ساعت بست بشینیم و بعد بلند شیم بیایم بیرون، فقط یک اعتراضی رو قرار بود انجام بدیم، ولی میگه ما نمیدونیم مثلا چی شد که دفعه همه شروع کردن با اسلحه حمله کردن و اینها، و اصلا اسلحه از کجا اومد تو. خب بله، این چند نفر دانشجو رو در واقع به عنوان نقاب گرفتن جلوی خودشون، اون چریکای وابسته به سازمان امنیت شوروی، تا بتونن سفارت آمریکا رو اشغال بکنن و به اون شکل به اسناد دسترسی پیدا بکنن، همونجوری که تو کتاب رفیق آیت الله مفصل براتون نوشتم، و اینکه رابطه آمریکا با ایران رو بتونن قطع بکنن به این شکل که شوروی بتونه دیگه کاملا حاکم بر ایران بعد از انقلاب مارکسیستی اسلامیستی باشه. حالا عباس عبدی یکی از، و این اولین کسی هم بود در ضمن که یک دهه بعد اومد با باری روزن، یکی از همون گروگان ها نشست و گفتگو کرد و ابراز ندامت و پشیمانی کرد از اون حادثه تسخیر سفارت آمریکا. عباس عبدی رو من از ایشون بعدن سردبیر روزنامه های سلام و روزنامه های اصلاح طلب سلام و مشارکت شده بود، در روزنامه مشارکت با حفظ مواضع، با اینکه میدونست من یک برانداز هستم، این فرصت رو برای من فراهم کرده بود توی ستون ثابتی تو روزنامه مشارکت بتونم مطالبی رو بنویسم با عنوان کی بدونه از مردم بهتر، که مجموعه اون ستون های ثابت رو، تصاویرش رو از خود همون روزنامه مشارکت شما میتونید توی همین صفحه فیسبوک امیر عباس فخرآور توی اون بخش اسناد مهم میتونید اونجا ببینید، که مطالبی هم که تو اون ستون مینوشتم مربوط بود به حمله به کوی دانشگاه تهران و افشای پشت پرده حمله کنندگان. اینا همه رو برای این توضیح دادم که خسرو بعدم میخواد به من حمله کنه نگه یه وقت تو هم جزو اصلاح طلب و به عباس عبدی اینا هستی. امیر فقط یه نکته بگم. ببین امیر خیلی کوتاه، ببین جریان اینه که من و تو جفتمون مخالف اصلاح طلبی هستیم، ولی در فضایی که در جمهوری اسلامی ساخته شده بود، آیا امثال تو راه دیگه هم داشتن بتونن فعالیتی انجام بدن؟ واقعا نبود، واقعا نبود، و چیزی که خسرو میگه کاملا درسته، ما هیچ گزینه‌ای نداشتیم. یعنی از یه طرف اپوزیشن بیرون کشور توی اون سالها کاملا قطع رابطه‌ای بود بین اپوزیشن بیرون و مردم درون کشور. ما تو جنبش دانشجویی هیچ تاریخچه‌ای جلوی خودمون نمیدیدیم، هیچ تجربه مبارزاتی به ما منتقل نشده بود. ماهایی که حالا وارد دانشگاه شده بودیم واقعا نمیدونستیم از کجا باید شروع کنیم، به کجا باید بریم، و هر چیزی بود بعد خودمون دوباره مثل انسان‌های اولیه غارنشین که بعد آتش رو دوباره کشف می‌کردن و چرخ رو دوباره می‌ساختن، توی یک همچین وضعیتی بودیم. اینم به خاطر خیانت بخشی از جریانات چپ دانشجویی بود، جریانات انقلابی دانشجویی، که فکر کنید کنفدراسیون دانشجویان ایرانی دوران انقلاب مارکسیستی اسلامیستی، اینا بعد از انقلاب میان خودشون رو منحل می‌کنن، و این انحلالشون برای این بود که مطمئناً تجربیات انقلابی منتقل نشه به نسل‌های بعد دانشجویی، که خب ما هم یک رکبی بهشون زدیم و اومدیم دیدیم حالا که خودشون رو منحل کردن اسمشون رو برداشتیم، و این بار یک کنفدراسیون دانشجویان ایرانی با گرایش لیبرال دموکرات، گرایش راست رو آوردیم وسط و معرفی کردیم، که به شدت هم مورد خشم اون دوستان چپ قرار گرفته بود. حالا بماند، اینا همه داستان‌های حاشیه‌ایه. اما برگردیم سر اون مسئله زندان و مسئله پاسارگاد، که چرا ما توی بحث هامون نمیگیم از دوستانی که دستگیر شدن، یا بیشتر درباره کسانی که توی زندان هستن هزینه ها رو دارن پرداخت میکنن. این نیست که ما یادمون نباشه، من بهترین دوستم ارژنگ داوودی 15 سال زندان خودش رو داره میگذرونه الان، طولانی ترین دوران زندانی سیاسی رو در ایران بعد از انقلاب مارکسیستی اسلامیستی ارژنگ داره میگذرونه، زندانی که بدون ملاقات هست، بدون تلفن هست، بدون هیچ حق و امکانی که بتونه داشته باشه، و الان هم توی تبعید هست، تبعید شده به زندان زابل، ولی محکم و استوار ایستاده و همچنان بر سر آرمان آزادی هست و حاضر به پرداخت هزینه هم هست. و خب اگر قرار باشه از زندانی سیاسی یاد بکنیم، ارژنگ یک واقعا یک قهرمان راه آزادیه که شرف و عزت رو دوباره برای زندانیان سیاسی ما برگردوند. اما چرا؟ حالا این رو داشتم میگفتم، خونه عباس عبدی بودیم و عمادالدین باقی هم اونجا بود، یکی دیگه از اصلاح طلبهایی که من واقعا برای ایشون احترام زیادی قائل هستم، مرد شریف و آزاده‌ایه، و اینها کسایی هستن که دستشون به خون مردم آغشته نیست، انقلابیونی که دستشون به خون مردم آغشته نیست. اینا خیلی متفاوتن با کسان دیگه، مثل حالا نمیخوام زیاد اسم بیارم، از امثال گنجی و سازگارا و حتی سروش ها و اینهایی که به نوعی توی بخش های دستشون میبینیم آلوده به خون هم شده، حتی حجاریان، خیلی از اینها. ولی
امثال امام‌الدین باقری و عبدی اینجوری نبودن. حالا ما نشسته بودیم، یک خبرنگاری هم که الان اسمش درست یادم نیست، مال روزنامه شرق بود فکر میکنم اون موقع نشسته بود، و 45 دقیقه اول صحبت رو باقری و عبدی داشتن درباره این صحبت میکردن که نمیدونم بند یک زندان اوین کجا هست، چطور مثلا توی اون اندرزگاه کچویی مثلا اون بند یک و دو و سه چجوری بالای هم، یک و دو روبروی همه، سه و چار روبروی همه، پنج و شیش روبروی همه، اونور نمیدونم چی قرار گرفته، میان بیرون اینجا نگهبانیه، اونور بند هفته، اینا رو داشتن برای همدیگه توضیح میدادن. اون میگفت نه نه در از اونوره، اون یکی میگفت از اینوره، و منم داشتم با حیرت اینها رو نگاه میکردم. اون خبرنگار هم حواسش به حیرت من بود. بعد که صحبت اینها تموم شد، یعنی میانه صحبتشون بود، صحبت عبدی و باقری، من برگشتم گفتم هیچ متوجه شدید چه اتفاقی افتاده؟ من خودم هم تازه از زندان اون موقع اومده بودم برای مرخصی برای دو سه روز بیرون، و گفتم ما یک آرمانی رو داشتیم دنبال میکردیم، یک هدفی داشتیم برای آزادی و دموکراسی، بعد رژیم دیکتاتوری میاد ما رو دستگیر میکنه، میندازه زندان، و بعد توجه ما از هدف و آرمان خودمون کنده میشه به این شکل، میاد میره روی مسئله در و دیوار زندان و نگهبانهای زندان، و انقدر مشغول میشیم به خودمون و به زندان خودمون که به کل فراموش میکنیم مثلا برای چی ما افتادیم تو زندان. و این اتفاقا یکی از کارویژه های زندانهای سیاسی اینه که فعالین و زندانیان سیاسی رو به نوعی اینها رو از هدفی که داشتن دنبال میکردن دیسترکت میکنه، حواسشون رو پرت میکنه، و دیگه حالا همه توجه ها این میشه که سازمان های بین المللی بیایید از ما حمایت کنید، ما از زندان آزاد بشیم، به جای این که حرف از این باشه که مردمی که بیرون دیوارها هستید، مشعل مبارزه رو که الان ما نمیتونیم دستمون بگیریم، لطفاً شما بگیرید دستتون و ادامه بدید، همون راه رو برید. به جای این اصلا مسیر بحث عوض میشه، به یک جای دیگه میره. بر همین ما باید خیلی هوشمندانه حواسمون باشه که اون حکومتی که نشسته داره ما رو به زندان و شکنجه میندازه، جوانهایی که انتخاب کردن توی این مراسم ها میرن شرکت، کسی که مجبورشون نکرد، که اینها جوانهای آزادی خواه و میهن پرستی هستن که میرن حاضر به پرداخت هزینه هستن. Freedom is not free، آزادی بی بها نیست، بهای آزادی رو باید پرداخت کرد، و وقتی انتخاب میکنن میان میرن که بهای آزادی رو برای سرزمینشون پرداخت بکنن، برای اینکه خودشون آیندگانشون بتونن در فضایی بهتر از این فضای دیکتاتوری مذهبی که الان در ایران ما حاکم زندگی بکنن، این رو ما باید درک بکنیم و حواسمون باشه که یه وقت اسیر این علف ها و یونجه های اطراف مسیر نشیم و فراموش بکنیم که ما راهی رو در پیش رو داریم و باید اون راه رو بریم. بند جان اگه اجازه بدی در رابطه با نکته تو اشاره داشته باشم به یه مثالی که در آمریکا اتفاق افتاده، چون امروز ما اومدیم یه ذره درس سیاست هم به دوستان بدیم، تا اشتباهی که همین نسل آقای عبدی و حتی آقای امام‌الدین باقری انجام دادن که خودشون هم نمیدونن دیگه یعنی ببین همین نسلی که سال 57 این خب حماقت رو انجام داد، خودش الان گیر کرده تون، و وظیفه نسل من و نسل جوانتری که ایران رو از این بحران بیاره بیرون. فقط اجازه دارم یک میخوام یه اشاره کنم به سیاست آمریکا و مسئله‌ای که مثال خیلی جالبیه که چجوری باید ما هوشیار باشیم در بازی‌های سیاسی و بدانیم که بازی‌های سیاسی پیچیده‌تر از اون هستن که بعضیا فکر می‌کنن. اگه اجازه بدی یه مثال درباره کره شمالی و چین و مسئله بهره بانکی در آمریکا شاید برای بعضیا جالب باشن. اجازه میدی؟ نه خواهش می‌کنم. ببین دوستان، بعضی موقع ما یک مثالی داشتیم در زبان خودمون، میگفت فلان به شقیقه چه ربطی داره. حالا من ادب رو رعایت می‌کنم، ولی واقعیتش اینه که در سیاست واقعا بعضی موقع ها فلان چیز به شقیقه ربط پیدا میکنه. و یک نکته‌ای است که امیر اینجا بهش اشاره کرد درباره این فرهنگ آمریکا ستیزی بود که اوج خودش رو در گروگانگیری سفارت آمریکا داشت، و بعدها خود این افراد که در این جریان شریک بودند فهمیدن که اتفاقا پشت پرده همون آمریکا ستیزی چیزهای دیگری بوده که خود اینا بعدا متوجه شدن. همین اگه اجازه بدی یه مثالی از همین یکی دو هفته پیش بزنم. ببین دوستان، دو تا مسئله در آمریکا، دو تا مسئله است که فکر می‌کنید به هم ربطی نداشت. یکی این که فدرال بانک آمریکا
باید می اومد خانم یلن که اتفاقا اوباما هم تصویبش کرده بود، مال دوران اوباماست، باید می اومد اینترست ریت میشه بهره بانکی دیگه، اشتباه نمی کنم بهره پول میشه دیگه امیر به فارسی، نه درسته درسته. خسرو قبل از اینکه ادامه بدی، دوستان فراموش کردید انگار وقتی میاد یکی از وظایفی که دارید اینه که این فیسکایپ رو روی صفحه های فیسبوک خودتون شیر کنید لطفاً. همین الان میخوام تعداد شعرها رو ببینم، لطفاً این کار رو بکنید که ما بتونیم تعداد بیشتری از دوستان خود شما رو هم که توی صفحه فیسبوکتون هستن اونها رو هم ببینیم و همراه خودمون داشته باشیم. لطفاً شعر بکنید، حالا همین الان بازنشر بدید روی صفحه فیسبوکتون همین گفتگو رو. حالا خسرو ادامه بده. بله منم بگم امروز به امیرم گفتم من حدود نیم ساعت 40 دقیقه دیگه از حضورتون باید مرخص بشم چون یه مصاحبه دارم تلویزیون چنل وان با خانم زینا تهرانی. به امیرم گفته بودم، امیرم امروز خیلی سر شلوغ بود، یعنی واقعا فقط دلمون تنگ شده بود براتون و امیرم برگشت من گفت بریم به بچه‌ها پیام نوروزی با هم دیگه بدین. در اصل امروز واقعا شاید وقت پیسکاپ کوتاه باشه. برگردیم به اون مسئله‌ای که می‌خواستم عنوان کنم دوستان. یه مسئله بود که همین اجتناکان هفته بی جمعه این فدرال بانک درباره این اینترست ریت یا بهره بانکی که به پول دلار میدن بعد تصمیم میگیره. این کار چند بار در سال اتفاق میفته و آقای ترامپ یکی از مسائلی که همیشه عنوان میکرد درباره ایرادی که میگرفت این بود که میگفت اینا بهره بانکی رو در آمریکا خیلی پایین نگه داشتن و این به ضرر آمریکاست که سر این مسائل خیلی هم دعوا بود. ولی نکته که میخوام به شما بگم اینه، اینو داشته باشید که این جریان فدرال بانک و اولین بار در دوران ادمنستریشن آقای ترامپ بعد تصمیم گرفته بشه درباره اینترست ریت در آمریکا، یه بهره بانکی در آمریکا، فدرال بانک آمریکا. اینو داشته باشی حالا بگم چرا فلان چیز به شقیقه ربط پیدا میکنه در سیاست تا برای آیندهمون مهم باشه. حتما شما در اخبار شنیدید که کره شمالی حدود دو هفته سه هفته پیش شروع کرد موشک‌های قزمیک خودشو تست بکنه و شروع کرد چاقو کشی و لاتبازی که من این موشک هایی که درست کردم الان تست میکنم روش چیز اتم هم میتونم بذارم. و این دوتا خیلی متوجه نشدن که این دوتا امر ارتباط مستقیم به هم داشت و این دوام گرده اون صحبت هایی که امیر در واقع گروگانگیری سفارت آمریکا کرد. بحث سیاست ببخشید الک دولک نیست که هر کسی که از مامانش قهر کرد بیاد کار سیاسی بکنه مثل بعضی از دوستانمون در رسانه‌های خارج از کشور. بذارید این مثال رو براتون بگم تا بفهمیم چه اتفاقاتی هم در ایران افتاد. ببینید کره شمالی یه کشوریه که الان شبیه جمهوری اسلامیه، یعنی کشوریه که حکومت دیکتاتوری داره. امیرم اول برنامه میگه اونا کمونیستی هن ما اسلامی کمونیستی، یعنی یه جورای شبیه همین. کره شمالی از دوستان نزدیک جمهوری اسلامیه و یه چیزی بین این دو کشور مشترک، امیرم خیلی قشنگ درباره اینو صحبت کرد تو برنامه مختلف، و اون کشوری به نام چینه. الان کره شمالی که در تحریم قرار گرفته و اکثر همسایه‌هاش باش مشکل دارن، این چینه که تنها متحد اقتصادی و نظامی برای کره شمالی چینه که باقی مونده. و من و امیر همیشه میام تو برنامه‌ها به شما میگیم که الان جمهوری اسلامی رفته نوچگی روسیه رو میکنه، فکر نکنید روسیه مثلا برای جمهوری اسلامی ارزش قائله. ایران به اصطلاح نوچه روسیه شده جمهوری اسلامی و در اصل بازیچه یا لوتی و انترش که میگفتن قدیما، این بازی لوتی و انترشه که روسیه و جمهوری اسلامی میکنه. همین بازی لوتی و انترش رو چین و کره شمالی داره. حالا خوب دقت کنید چی میگم. یادتونه داشت میگفت باید جلوی چین رو بگیریم، باید جلوی چین رو و گسترش سرمایه گذاری چین در آمریکا رو بگیریم. یادت همین دیگه میگفت ترامپ دیگه، نه؟ آره. و همچنین نفوذ چین در بانک‌های آمریکایی و سهام آمریکا در بورس آمریکا. وقتی ما بدونیم که چین بازی لوتی و انترش با کره شمالی رو داره و هر وقت به انترش میگه برو فلانی رو بشکون بگیر که اون بیاد مثلا باج بده به ما، اون موقع خوب دقت کنید بازی رو. جریان تعیین اینترست ریتی که فدرال بانک آمریکا انجام میده شاید خیلی ها فکر کنن فقط ربط پیدا میکنه به دلار، در حالی که برخلاف آنچه که خیلی از ساده لوحان به شما میگن، چون کارنسی یا واحد پول آمریکا دلار امروز واحد اقتصادی جهانه، دولت چین خیلی علاقه داره که در بازار جهانی اولا رقیب پیدا کنه برای دلار یک و همچنین بیاد در بانک‌ها، چون زمانی که اون مشکلات اقتصادی برای آمریکا اتفاق افتاد
چینی ها اومدن و از ضعف سهام و بانک های آمریکا استفاده کردن و وارد شدن. دونالد ترامپ بارها به خانم یلن ایراد گرفته بود که در دوران اوباما اینا اینترست ریت رو خیلی پایین نگه داشته بودن و ادعا میکردن که پایین نگه داشتن اینترست ریت خیلی خوبه برای دلار و این مسئله. دونالد ترامپ با این مسئله شدید مشکل داشت. حالا خوب دقت کنید، الان معلوم شده که بالا رفتن اینترست ریت در آمریکا به ظاهر دموکرات‌ها فکر میکردن که به نفع دلاره، ولی برای اقتصاد آمریکا به خاطر اینکه دونالد ترامپ داره با جریان بیکاری مبارزه میکنه و الان میبینیم که آن ایمپلویمنت ریت یعنی درصد بیکاری در آمریکا هی داره پایین و پایین تر میشه، این باعث میشه که قدرت خرید کارگرا بالا برن و به این دلیل باعث تورم خواهد شد و تورم یعنی پایین اومدن ارزش دلار به حدی که به ضرر اقتصاد آمریکا میتونه باشه. دونالد ترامپ و خیلی عقیده دارن که باید همیشه یک میانگینی رو رعایت کرد و به این دلیل دونالد ترامپ عقیده داشت که اتفاقا برخلاف اونجوری که خیلی‌ها فکر می‌کنن بعد اینترست ریت بالا بره. حالا شما فکر کنید وقتی دونالد ترامپ صحبت از یک جنگ اقتصادی با چین می‌کنه، چرا باید درست دو هفته قبل از اینکه فدرال بانک آمریکا بخواد اینترست ریت رو تعیین کنه که بنا همونطور که ترامپ گفته بود بردن بالا، اتفاقا کره شمالی یهو موشک بازی شروع بشه؟ نکته اینجاست که کسایی که با سیاست آشنا هستن میدونن در سیاست آمریکا همیشه این عنوان میشه، باید هوای چین رو داشته باشین چون قلاده کره شمالی دست چینه. دقت کردی؟ دولت ضعیف آقای اوباما همیشه فکر میکرد که باید به چین باج بده مثلا تا چین جلوی کره شمالی رو بگیره، مثلا باید به جمهوری اسلامی باج بدن تا جمهوری اسلامی مثلا جلوی تروریست ها در لبنان و فلسطین بگیره. ولی آقای ترامپ اهل باج دادن نیست. حالا خودتون یواش یواش برید جلو. چین میدونه که آمریکا در دوران اوباما هر وقت مشکلی با کره شمالی داشت میومد پلو چین. خب چین میتونه چی بگه؟ بگه اگه میخواید من قلاده کره شمالی رو صفر بگیرم، باج رو بدید، خمس و زکات رو بدید. دقت میکنید؟ حالا یه بار دیگه این چقدر ساده صحبت میکنم امیر. حالا آیا به نظر شما تصادفی بود قلدری کره شمالی قبل از اینکه فدرال بانک آمریکا این تصمیم بسیار مهم رو برای چین بگیره، چون چین الان خودش مشکل اقتصادی داره در رابطه با واحد پولش؟ میبینیم که کره شمالی رو میندازن عربده‌گویی، مرگ بر آمریکا، ما موشک بریم، ما قمر بنی هاشم بریم. چین فکر میکرد که آقای ترامپ خواهد اومد امیر همون کاری که اوباما میکرد، یعنی خمس و زکات و باج رو به چین بده که چین به کره شمالی بگه آقا دست بردار کوتاه بیا. ولی ترامپ چیکار کرد؟ هم دیگه خودت میدونی وزیر خارجش رو فرستاد به آسیای شرقی، وزیر خارجش اومد سرمون رو بنده رفت جلوی میکروفون گفت ما به کسی باج نمیدیم، بی خیال باج. بعد رفت کنار ژاپن، کشورهای دیگه وایستاد و برخلاف آقای اوباما به چین نشون داد جلوی انترت رو بگیر، خبری از باج نیست. و دیدیم که فدرال بانک اینترست ریت آمریکا رو برد بالا، دلار رو به چین جواب رد داد. و اگه دقت کنی همین دوباره سر صدای کره شمالی خوابید، یعنی اگه جلوی لوتی، اون لوتی نالوتی به قول اون فیلم‌های قدیمی، صاف و محکم وایستی بهشون باج ندی، اون خودش مجبور دوباره انترش و قلادش رو صفر کنه. و این داستان داستان گروگانگیری امیر سفارت آمریکا، خودت اشاره کردی در برنامه مختلف که پشت صحنه این شوروی بود که میخواست وارد صحنه بشه، پشت صحنه بازی دیگری بود. و اگه ما امروز نگاه کنیم امیر، آیا به نظر تو اون زمانم داستان لوتی و انترش در گروگانگیری در سفارت آمریکا ربطی پیدا نمیکرد که مسائلی که امروز داره تازه متوجه میشیم که اصلا شاید ربط مستقیم به ایران نداشته؟ جریان حمله نظامی به افغانستان، اتفاقاتی که در اروپای شرقی داشت میافتاد، سیایه از قبل داشت اونجا مسائلی رو آماده میکرد، انتخاب پاپ جدید، اینا رو برای چی گفتم؟ برای این که در سیاست باید حواسمون جمع باشه امیر جان. هر کی اومد شعار مرگ بر آمریکا داد، یا هر کی اومد مثل کره شمالی قلدری کرد اومد گفت ما استقلال مملکتمون در موشک‌های بالستیکه، اتفاقا کره شمالی به خاطر اینکه قلاده گردنش بود داشت این کارو میکرد. گول شعارها رو نخوریم، بلکه باید بشینیم تحلیلمون تحلیل درستی باشه. امیر جان در خدمت. مرسی خسرو. و درسته تحولات سیاسی خب خیلی هاش به هم دیگه ارتباط پیدا میکنه.
برگردیم به بحثی که داشتیم. با احترام به همه عزیزانی که در راه آزادی دارن هزینه های سنگین پرداخت میکنن، اما همونطور که خودمون سعی میکنیم از سالهای زندان شکنجه خودمون اصلا به شماها نگیم، و اگر من بخوام آثار شکنجه ها رو روی بدنم نشون بدم بهتون، از نوک انگشت پا میتونم بهتون نشون بدم تا دقیقا فرق سرم. و ولی خب که چی؟ نشون بدیم که بعد بگیم که مردم شما به ما بدهکارید به خاطر اینکه ما رفتیم زندان، ما شکنجه شدیم، و خب چه چیزی میخوایم به دست بیاریم؟ مشهور بشیم، دل مردم برامون بسوزه؟ نه، من ترجیح میدم اون چیزی که به خاطرش رفتم زندان و هزینه پرداخت کردم، ترجیح میدم اون درک بشه توسط جامعه بیشتر. و من الان دارم میبینم خواهرام محلقا و ستاره رو دیدم که همراه ما هستن و شیر کردن روی صفحات خودشون، هم همین الان دیدم و از همینجا درود بفرستم بهشون، سال نو هم تبریک بگم به همه شما عزیزان دوباره، و به خواهرای خوبم خوب یادشون هست اون سالهای زندان و شکنجه برادرشون و خودشون، سالهای مبارزات خودشون. خواهرم محلقا که هم خودش هم همسرش این دوران زندان رو رفتند، و وقتی که خواهرزادم مهسا شیرخواره بود و مهسا رو آوردن مامورین اطلاعات جلوی در خونه مادرم اینا تحویل دادن، و پدر مادرش رو که محلقا و مهرداد بودن بردن به زندان، و همین گرفتاری ها و زندان ها رو تقریبا تمام اعضای خانواده ما تحمل کردن. غیر از اون توی سالهای طولانی زندان و انفرادی من مصیبت هایی که بیرون زندان خانواده میکشیدن خیلی خیلی بیشتر از چیزی بود که خود ما توی زندان داشتیم میکشیدیم، ولی هیچ کدوم اینها حقی رو به ما نمیده که حالا به خاطر این مسائل بیایم طلب بکنیم از مردم بگیم که به خاطر این شما الان باید بدهکار ما باشید. از این خبرها نیست، ما انتخاب کردیم این مسیر رو، و بیشتر از هر چیزی برای خودمون، برای دل خودمون بود که این مبارزه رو جلو بردیم. حواسمون فقط باید باشه در حین اینکه به یاد تمام عزیزانی هستیم که دارن هزینه پرداخت میکنن، حواسمون باشه وارد بازی‌های وزارت اطلاعات نشیم، که اگر دقت بکنید توی گزارشی که چند وقت پیش یکی از فکر کنم وزارت دفاع آمریکا بود 3-4 سال پیش گزارشی رو داد بیرون، بسیار گزارش جامع و مفصلی بود که توی اون گزارش قید کرده بود اکثریت قریب به اتفاق گروه‌هایی که به عنوان گروه‌های حقوق بشری تشکیل شدن در خارج از کشور و داخل کشور، اینها گروه‌هایی هستن که با مدیریت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی شکل گرفتن، و هدف اصلی این گروه‌ها این هست که بیان و فضای ترس و یأس و وحشت رو در جامعه حاکم بکنن، با اینکه ببینید این تعداد اعدام شدن، این تعداد کشته شدن، این تعداد نمیدونم دستگیر شدن، پس نرید توی تظاهرات نباشید، توی اعتراضات شرکت نکنید، حکومت خیلی محکم همه چیز رو تحت کنترل خودش داره، و غیر از اون فعالین رو هم بتونن بیان قطرات مربایی رو بندازن و دست جمعی فعالین رو بتونن دستگیر بکنن، که خب اسنادش بعدن در اومد، این گزارش وزارت دفاع کاملا درست بود و اسنادی در اومد که بزرگترین گروه هایی که فعالیت حقوق بشری داشتن میکردن اصلا مستقیما توسط وزارت اطلاعات راه اندازی شده بودن. اگر بیرون هم نگاه بکنید عمده فعالیت جریانات لابیست جمهوری اسلامی و جریانات اصلاح طلب، بیشتر فعالیتشون روی این سازمان‌های حقوق بشری داره میچرخه و هی دارن میگن ما فقط به پیگیری بکنیم که فلانی از حبس بیاد بیرون، یکی از حبس در منزل بیاد بیرون، چند نفر اونجا اعدام شدن چند، ولی این وظیفه ما نیست. وظیفه ما اتفاقا اینه که یک فضای شادی رو در این مبارزه بتونیم ایجاد بکنیم، یک فضای پر امید و پر نشاطی رو در این مبارزه، که مردم امیدوار باشن به آینده‌ای که دارن براش می‌جنگن، و امیدوار باشن که این آینده قابل دسترسی هست، و این درست نقطه مقابل حرکتیه که رژیم و سازمان‌های امنیتی رژیم جمهوری اسلامی میخوان که ما دائم غمگین باشیم و گرفتار باشیم و اینها. و با درود به همه اون عزیزان که دارن هزینه‌های سنگین پرداخت میکنن، به یادتون هستیم و مشعل رو روشن نگاه خواهیم داشت تا روز آزادی که حالا دیگه بسیار هم نزدیک و نزدیکتر هست. آخرین باری که با ارژنگ داوودی فرصت شد صحبت بکنم، از نمیخوام بگم حالا چه طریقی که برن اون طریقها رو هم ببندن، از زندان زابل همین صحبت بود، بهش گفتم هر سال آرزو میکنیم میگیم امیدواریم امسال سال آزادی باشه، ولی امسال دیگه نمیگیم امیدواریم سال آزادی باشه، چون امسال سال آزادی ما هست
و همه تحولاتی که داره شکل میگیره نشون میده که ایران عزیزمون آبستن تحولات بسیار زیادیه و تحولات مثبت، درجه آگاهی مردم، اینکه درد رو شناختن و ریا نباشه، البته رفیق آیت الله نقش بزرگی داشت در شناخته شدن درد مشترک، ولی اصلا نمیخوام ریاکاری بکنم در این حد که یک مش چی میگن فندک روی پیشونیمون یک جای مهری بذاریم که همه بدونن ما چقدر تأثیر گذاریم، ولی این درجه بالای آگاهی مردم این روزها و فضای بین المللی، آمادگی فضای بین المللی، شجاعتی که از مردم شاهد هستیم توی اعتراضات مختلفی که داره میاد، داره دیده میشه و همه اینها دست به دست همدیگه به ما نشون میده و درگیری های سنگینی که در درون حکومت الان پیچیده هنوز خسرو باور کردنی نیست. الان ما دوم فروردینیم و از یک طرفی 29 اردیبهشت فکر میکنم اگر اشتباه نکنم، دوستان اگر تاریخ دقیق انتخابات رو به اردیبهشت میدونن، این انتصابات، البته انتصابات رژیم جمهوری اسلامی که اسم انتخابات روش میذارن، اون تاریخ دقیقش رو اگر این زیر برای ما بنویسید، یعنی کمتر از میشن اگه اشتباه نکنم یه اشتباهی هست، چون در آمریکا میدونی اجازه همین توضیح بدم در باره تاریخ، الان سه‌شنبه 1 فروردین دقیقش هم که تو آمریکا نیست، شما واسه کنم آمریکا حدودای صبح 1 و 2 صبح تو نوروز بود و در ایران میدونی که این اتفاق در برای همین امروز بعد از ظهر افتاد، امروز اول فروردینه. اگه اشتباه میکنم به من بگن دوستان. این امسال یه جورایی یه ذره بین آمریکا و ایران اشتباهاتی پیش اومده، امروز ولی 1 فروردین اشتباه که نمی کنم، اگه چون نوروز درست دیروز، ولی سر امی جان اینو اگه دوستان بگن که من اشتباه نگم، شاید اشتباه از من باشه، ولی سه‌شنبه 1 فروردین الان بگن به ما، ما هم خوشحال میشیم بدونیم اگر امروز بس من اشتباه کردم. نه اشتباه مثل همیشه خانم ریتا میگه 2 فروردین، من بس اشتباه از من بود. سب کنیم بقیه دوستان هم بگید، چون الان من تاریخ انتخابات رو میبینم. سال کبیسه بوده. آره درست دیگه دوستان هم امروز 1 این داستان سر همین بوده و بله امروز اول فروردینه همینجا. اوکی خیلی خوب، اول فروردین. ولی تقصیر من و تو نیست این اشتباه شده. امسال کبیسه بوده بعد آمریکا اینا برای همین. امسال اول الان اول فروردین. نه حالا مثلا اول یا دوم خسرو الان ما نمیتونن از این بیان برنامه‌ای برامون بسازن که مثلا ما روز چیز رو اشتباه گفتیم. نه باید بسازن، یک نسازن من ناراحت میشم. ولی حالا اینو داشتم میگفتم که من ببخشید الان وقت شما چیزه یه سوال از داشتم درباره انتخابات که صحبت میکنیم، آیا این جریان پیام خامنه‌ای که کنایه‌ای هم به روحانی زده نظر چیه؟ همینو میخواستم بگم، یعنی الان ما کمتر از 2 تا این انتصابات، من حتی این لفظ انتصابات که میگم توی مذاکره، توی صحبتایی که توی کنگره آمریکا داریم با سیاستمدارا و اینها، اینجا تو واشنگتن داریم، دائم من از لفظ سلکشن استفاده میکنم به جای الکشن. اون اوائل یکم با تردید به من نگاه میکردن، بعد اتفاقا هفته گذشته توی جلسه‌ای که با کمیسیون سیاست خارجی مجلس نمایندگان آمریکا داشتیم، رئیس این کمیسیون برگشت به من گفت امیر راستشو بخوای وقتی که تو اون اوائل بارها و بارها از کلمه سلکشن استفاده میکردی، من فکر میکردم انگلیسیت ضعیفه و نمیتونی تفاوت الکشن و سلکشن رو بدونی، ولی بعدم فهمیدم که داری کاملا آگاهانه این کار رو انجام میدی، چون الکشن به معنی انتخابات، سلکشن به معنی انتصاباته. بعد و حالا این هم اینجا توی الفاظی که به کار میبریم همیشه حواسمون باشه که انتخاباتی در کار نیست در رژیم جمهوری اسلامی، اینها همه انتصابات توسط ولی فقیه و تیم اطرافش که داره انجام میشه. به هر صورت تا انتصابات کمتر از 2 مونده، سابقه نداشته که اینا تا این موقع هنوز کاندیداهاشون مشخص نباشه، هنوز کاندیداها مشخص نیست، خامنه‌ای هنوز داره به کاخ سفید نگاه میکنه ببینه که دونالد ترامپ چه تصمیمی رو برای ایران میگیره. ما هم اسرار پشت پرده رو براتون نمیگیم که چه تصمیم‌هایی گرفته شده و خیلی چند روز پیش دیدم مقاله نوشته شده بود توی فارن پالیسی که گفته بودن بزرگترین بخشی از سیاست دولت جدید آمریکا که الان اصلا دیده نمیشه
بخش سیاست ایرانی که مهمترین چیزیه که انتظار میرفت ازش توی سیاست خارجی که قبل از همه در اون مورد صحبت بشه. اما با وجود اینکه بیشترین بحث ها در دولت جدید درباره ایران عزیزمون هست، اما شما کمترین میزان صحبت رو در این مورد میشنوید و این آگاهانه است. دولت جدید به هیچ عنوان نمیخواد این مطرح بشه و رژیم جمهوری اسلامی بدونه که چه تصمیماتی داره گرفته میشه برای برخورد با این رژیم اهریمنی. و اما بدونید که تصمیمات بسیار محکمی داره گرفته میشه. این تصمیمات محکم که میگیم، نگران نباشید، از جنس خونریزی و این حرف ها نیست، ولی از جنس تغییر رژیم مطمئنن هست. و حالا خامنه ای از اون ور چشمش به اتاق رئیس جمهور در کاخ سفیده که ببینه در اینجا چه تصمیمی میگیرن. آیا این برنامه جامع اقدام مشترک، این برگه های امضا نشده مسخره ای رو که بین جان کری و اوباما از یک طرف و از اون ور روحانی و ظریف مطرح شده بود و هر کی برای خودش یک تفسیری روش میذاشت، خامنه ای میخواد ببینه آیا با این پرزیدنت ترامپ چه برخوردی میخواد بکنه، تا بعد از اون ببینه آیا تکلیف روحانی رو کامل روشن بکنه یا نه. من میتونم براتون یک پیش بینی رو بکنم، حالا زیاد هم نمونده، شاید کار درستی نباشه پیش بینی کردن، اما خامنه ای با تمام توان پشت سید ابراهیم رئیسی خواهد ایستاد برای اینکه رئیسی رئیس جمهور بشه، برای اینکه مسیر هموار بشه، همونجوری که خود خامنه ای مسیر رو از ریاست جمهوری به رهبری طی کرد، حالا هم که رئیسی به عنوان شخصیت مورد علاقه خامنه‌ای برای رهبر شدن هست، این هم همین مسیر رو بتونه طی بکنه از ریاست جمهوری به رهبری. خامنه‌ای پشت سر رئیسی خواهد ایستاد، بسیجیان رو میذاره توی مساجد بشینن، اون پشت مشتا شروع کنن رأی نوشتن و بندازن برای رئیسی. هر بسیجی اگر کمتر از 10,000 رأی بنویسه واقعا بهشتی نخواهد بود و جایگاه خودش رو در بهشت از دست خواهد داد. به هر صورت توی یک همچین فضای مسخره انتصاباتی که دارن به پا میکنن، روحانی الان آینده سیاسیش به یک تار مویی بنده و حالا کوچکترین صحبتهایی که از این ور از کاخ ببینید، یعنی چقدر این رژیم ضعیفه. یعنی شما به درجه برخلاف چیزی که دارن از خودشون نشون میدن، درجه ضعف و سستی پایه های این رژیم رو ببینید که رئیس جمهوری که الان مسئله روی کاره، حسن روحانی و تمام ریاست جمهوریش، ادامه ریاست جمهوریش به این بنده که این ور رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا یک نطق کوچکه، شاید نطق هم نه، حتی روی توییتر خودش کافیه، روی توییتر خودش پرزیدنت ترامپ فقط بنویسه برجام اجرا نمی شود، کافیه فقط این رو بنویسه و دوران ریاست جمهوری روحانی به پایان رسیده. یعنی شما درجه سستی مسئولیت ها رو در رژیم جمهوری اسلامی ببینید، در صورتی که اگر رژیمی بود که حکومتی بود که به مردمش پشتوانش به مردمش بود، به هیچ عنوان نباید اینجوری میبود. هر کسی هر جای دنیا میخواد هر حرفی بزنه، نباید برای اون رژیم مشکلی پیش میومد. ولی الان اتفاقا برای مبارزین ما، برای مبارزین راه آزادی، این خبر خوبیه که میبینیم تا چه حد این حکومت ضعیفه، تا چه حد چشمش به دستان و دهانهای سیاستمداران در کشورهای دیگه دنیاست تا ببینه آیا ادامه بده، آیا ادامه نده، چه کار باید بکنه. و همه اینها به ما امید بیشتر و انگیزه بیشتر میده که راه زیادی تا آزادی سرزمینمون انگار باقی نمونده. خسرو میکروفونت هم اگر باز کنی. بله، میکروفون رو بسته بودم که مزاحم نشم. دوستان عزیز، اولا چند نکته بگم، از این فرصت استفاده کنم. در نصف شب یکم فروردین ساعت‌ها رو در ایران جلو میکشن. آمریکایی‌های پرود 10 روز 11 روز پیش این کارو کردن، اروپا حدود 4-5 روز دیگه این کارو خواهد کرد. برای همین فعلا تو این دو هفته خیلی ساعت‌ها یه حالت آنارشی داره. دوستانی که برنامه منو در ایران نگاه میکنن در تلویزیون اندیشه، لطفاً بدانند که این چند برنامه گذشته به همین دلیل ساعتاش عقب افتاده بود، ولی دیگه چون در ایران هم ساعت رو جلو میکشن، دوباره این پنجشنبه به همون ساعت گذشته برنامه هم خواهد بود، نصف شب ایران. و امیدوارم که با من باشن عزیزان و بدونن ساعتا
چی میگن دوباره با اون حالت قبلی برگشته بین ایران و آمریکا، و از این فرصت میخوام استفاده کنم دوباره از همه عزیزان بخوام که در راستای تاریخ معاصر ایران و همچنین درباره تاریخ ایران پیش از اسلام تلاش کنن کتابهایی رو بخونن که دست جمهوری اسلامی نبوده و توسط اونها نوشته نشده. همین جان درباره انتخابات که صحبت میکنیم یا درباره انتصابات که من بیشتر دارم انتصابات یا همونی که تو هم گفتی سلکشن، یک نکته ای هست اینجا خیلی مهمه و اون جریانی است که خزنده در سالهای گذشته پیش رفته و من خطر بزرگی رو برای نسلهای آینده در اون میدونم. هر وقت که شما عزیزان بعضیاتون متاسفانه در این سیرک وحشت و در این توهین به شعور مردم ایران انتصابات شرکت میکنید، اینا میان و یک جریانی را میندازن و برای شما افرادی مثل خاتمی و روحانی رو در کتابهای تاریخ مینویسن که اینها رهبران شما بودن. این نکته نکته کمی نیست، به خاطر اینکه فراموش نکنید که یکی دو نسل آینده اینها این کارهایی که شما الان میکنید جز تاریخ مملکتتون میشه و دشمنان ایران از این استفاده تبلیغاتی خواهند کرد. این نکته کمی نیست. تاریخ مملکت ما پر از این مسائل بوده. کاری که شما امروز انجام میدید یا در این سیرک تبلیغاتی چی انتصابات به زودی، این تاریخ کشور ما میشه و نسل‌های دیگر ممکنه صدمه، یعنی واقعا تو کتاب تاریخش رو میره و بعد هویت ملیه. ولی نکته برای من خیلی مهمه، چون اول برنامه در باره نوروز اینا صحبت کردیم. همین ببینید، یه چیزی هست که میراث نیاکانمونه و اون هویت ملی ماست. هویت ملی ما علاوه بر سنت‌های تاریخیمون و تاریخمون و زبانمون و فلان و فلان، اعمالی هم هست که ما امروز انجام میدیم. یعنی کاری که ما امروز انجام میدیم هم میره در اون هویت ملی ما، شناسنامه ما. کسانی که میرن در این انتصابات شرکت میکنن به عرازل و اوباشی مثل روحانی و نمیدونم یارو، حالا یارو چی اسمش، همین آشغالای دیگه، شما دارید هویت ملی ایران رو هم تغییر، هویت ملی ها چیز زنده است، به اصطلاح هر روز تغییر میکنه، در حال تغییره. و این نکته کمی نیست. یعنی این ضرری که امروز بعضیا میزنن با شرکت در انتصابات فقط مسئله رایانه و نمیدونم حقوقمون کجا رفت نیست. و من برای همین از شما عزیزان خواهش میکنم به هر چی که باور دارید این مسئولیت مهم رو درک بکنید که شما مردم ایران، ما امروز، من و شما، امیر، من، شما و دیگران، این همه ما الان در اصل نماینده اون همه سرباز و میهن پرستی هستیم که جونشون رو دادن این مملکت زنده بمونه. بهشت زهرا پر از جوانایی که جونشون رو دادن برای این مملکت و رفتاری که اونا امروز در قبرن، اونا امروز خاموشن، تمام قهرمانان هزاره های گذشته در ایران. و من و شما امروز اعمال و رفتارمون در اصل داریم اونا نمیتونن صحبت کنن، ما زبان اونها هستیم، گفتار ما، کردار ما. و همین جان این مسئولیت خیلی مهمیه که ما داریم. و من گاهی اوقات احساس میکنم بعضی از دوستان متوجه این مسئولیتشون نیستن. ایران عزیزان من، امیر امروز در برنامهش از خانواده عزیزش یاد کرد، منم به اونا درود میگم. همونقدر که نسبت به افراد خانوادهتون مسئول هستید، ما همه ایرانی هستیم و ایران خانواده ماست. همونطور که نام پدر و مادرتون و نام اجدادتون و نام افراد عزیز خانوادهتون رو زنده نگه میدارید و با رفتار خودتون نمایندگی میکنید حتی هویت اونها رو، شما یک کار زشتی انجام بدید به حساب خانوادهتون هم میذارن. اینا دیگه نمیتونی کتمان کنید. اونایی که در راه ایران جان دادند، شما امروز وقتی رأی میدید به عقیده من دارید گلوله دیگری به ندا آقا سلطان میزنید. و من برای همین از شما عزیزان خواهش میکنم با هر عقیده سیاسی که دارید، هر کسی رو که دوست دارید، ایرانی باشید و احترام بذارید به سربازان قادسیه،
احترام بذارید به سربازان ساسانی که 400 خورده سال جلوی تجاوزگران رومی ایستادن و از ایران دفاع کردن. احترام بذارید به سربازان نادرشاه. احترام بذارید به همه سربازان تاریخ ایران. احترام بذارید به سربازان ارتش ایران در هر زمانی که بوده. و خیلی امیر تو از شکنجه تو زندان گفتی، ولی اون جوانی که تو خرمشهر بود و میدونست که میمیره اگه الان بره جلوی اون تانک، آیا من و شما به خصوص ماهایی که خارج از کشوریم که نباید یه ذره از خودمون خجالت بکشیم؟ وقتی امیر جان من دیدم تو لندن اون آقای فرخ نگهدار که اصلا نگم سنگ و رفته بودن تو رفته بودن صف طولانی در لندن برای رأی دادن، من این سال رو در پایان چون امیر جان روز بعد من 5 دقیقه دیگه از حضورت مرخص بشم چون مصاحبه دارم تلویزیون دیگری، فقط این اجازه رو بگم من یه چیزی به خصوص با ایرانی های خارج از کشور باید بیان کنم، به خصوص شماهایی که اومدید از خانم هیلاری کلینتون دفاع میکردید. خب عقیده همون هم فرق میکنه، ولی همین شماهایی که به نام حقوق زنان میگفتید باید برید به کلینتون رای بدید تو آمریکا، شماها چجوری میتونید با همین معیار بیاید و برید در جمهوری اسلامی در رأی‌گیری شرکت کنید؟ شماهایی که ادعا میکردید طرفدار اوباما بودید به خاطر مسائل نژادی و اینها، شما امروز خبر دارید در ایران با اقوام ایرانی چی میشه؟ چجوری میتونید به اون جمهوری اسلامی رأی بدید؟ شماهایی که میاد به دونالد ترامپ ایرادهای بنی فلان میگیرید که چرا نمیدونم ویزا نداد به اسلامتون توهین شده، آیا شما میدونید همین جمهوری اسلامی به همیانان سنی ما، بهایی ما، زرتشتی ما، یهودی ما، مسیحی ما و دیگر اقشار جامعه چه توهین هایی میکنن فقط به خاطر دین و مذهبش؟ این معیارهای شما که در خارج از کشور در آمریکا به نام نمیدونم ضد نژاد پرستی، آزادی دین و این مسائل هر بهانه ای است به ترامپ حمله میکنید، چطور وقتی زمان جمهوری اسلامی میشه این بهانه های شما آبگوشتی زیر میز نمیدونم چیکارش کردید؟ چجوری میشه همین آدمایی که این بهانه را درباره ترامپ میگن به خصوص این نایاکی ها، مثلا آقای مزجربانی که جزء ادوایزر بورد نایاکه میبینم میشینه همه جا به ترامپ هم میکنه. خب آقای مزجربانی عزیز شما کمدین هستی، دمت گرم، شما با کدوم با همون معیاری که به دونالد ترامپ هم میکنی چجوری میتونی بیای دفاع کنی حمایت تو از جمهوری اسلامی؟ هر ایرانی که خارج از کشوره با هر عقیده سیاسی هست به عقیده من باید معیارهای خودش رو بهش احترام قائل بشه. شما که در خارج از کشوری میگی فضای زندگی در جمهوری اسلامی نبوده، چجوری میری تو وین و لندن و نمیدونم برلین و فلانجا صف میبندی که به جمهوری اسلامی رای بدی؟ و اگر این کار رو میکنی باید پاسخگو باشی که چرا خودت و خانوادت برنمیگردی تو همون جمهوری اسلامی زندگی کنی. امیر جان من امروز ازت عذرخواهی میکنم، ولی یادتی که گفتم امروز من یه 2-3 دقیقه دیگه با شما خواهم بود، بعد بدرود بگم، میخوام نظر تو هم در این باره بدونم امیر جان. من در کاملا ایرانی های خارج از کشور بخواهم. من کاملا باید موافقم، ایرانی های خارج از کشور اگر به هر بهونه تحت هر شرایطی میرن پای صندوق های انتصابات وای میستن، جز خیانتکار هیچ چیز دیگه ای بهشون نمیشه گفت. در درون کشور حالا شاید بشه توجیه کرد، شاید بشه یک جوری چیزی رو حالا بگیم تحت فشاری هستن، اما بیرون کشور جز خیانتکار هیچ چیز دیگه ای نمیشه به اینها گفت. چه اون کسانی که توی واشنگتن توی دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی میرن، بعضن توی رسانه های مثل صدای آمریکا کار میکنن و میبینید که با افتخار پای صندوق های رأی جمهوری اسلامی وای میستن که پرچم جمهوری اسلامی پشتشه، انگشتشون رو میزنن، افتخار میکنن، انگشت رنگی خودشون رو نشون میدن. خیانت محض. تا برید توی لندن که مسعود بهنود و فرخ نگهدار رو داره دسته اینها رو توی صف میبینید، میستن اونجا با افتخار میستن، هرچی هم مخالفین میان شعار میدن علیهشون باز هم توجهی ندارن، براشون مهم نیست و خیانت محض. در هر کجای دیگه یواشکی یا غیر یواشکی رأی دادن توی هر کدوم از این پای هر کدوم از این صندوق‌های انتصاباتی رژیم خیانت محض. من بحثی رو این هفته توی برنامه‌های هفتگی با مسعود صدر شروع کردم درباره قانون اساسی. هفته آینده بحث ما رو از دست ندید.
و حالا توی به زودی خسرو هم دوباره مهمان ما توی اون برنامه خواهد بود، همراهش خواهیم بود. اما هفته آینده عجب برنامه‌ای داشتیم اون دفعه بناتو، چقدر اون برنامه قشنگ بود و جدی بهت میگم ازت سپاسگزارم. واقعا خیلی هم خیلی هم استقبال شد از حضورت، کنار شما عزیزان باشم. اتفاقا خیلی از حضورت استقبال شد، آقای صدر هم خیلی خوشش هم اومده بود از برنامه. حالا ما هفته آینده حتما این برنامه رو دنبال بکنید، بحث قانون اساسی رو من میخوام خیلی بیشتر براتون توضیح بدم درباره چه چیزی اصلا داریم صحبت میکنیم، و وقتی اون بحث قانون اساسی رو ببینید میبینید چقدر این انتصابات ها بی ارزش و تهی هستن. قبل از اینکه خسرو بره، خسرو میخوام درباره نوروز ازت بپرسم، سفره هفت سینت کجاست خسرو؟ هفسینم دقیقا اون وره اتاقه، ولی باید کامیرامو برگردونم، نمیتونم چون کامیرام اینجاست جلو برونه رو پایه هست، ولی صفحه هفسینم من خوب خونه کوچکی دارم، ولی هر سال در خانه خودم یه چیز محققی میذارم و به یاد کشورم هستم. با حیف که نمیتونم نشون بدم الان. بچرخون ببینید، من میخوام اگر تو بچرخونی منم الان کامیرا رو ور میدارم اگه دوستان موافق باشن. همین باور کن میبرم سر سفره هفسین خودم. نمیستم با چیز کامیرای من با پایس الان دو متر اونورتر گذاشتم، شاید دوستانم ببینن. یعنی واقعا نمیتونم، اگه میتونستم حتما، ولی قول میدم بذار پس تو اینجا باش یه لحظه یه لحظه برای مصاحبه دیگه هم کامیرامو آماده کردم که پنج اگه الان بردارم من چی به هم میخوره. کاش که از قبل گفته بودی همینجوری. تو مال خودت رو نشون بده. بذار من یه لحظه ببینم تو چند لحظه باید اینجا ما تنها بذاریم بریم. او تو توی من توضیح دادم چون من بعد از این تلویزیون چنل وام دعوتم برای مصاحبه و الان این کامیرام چون خونمه من آره بهتره دست نزن. اگه الان چیز کنم همین چی به هم میخوره. بعدن عکسشو بذار بالا، بعدن عکسشو بذار بالا برای اینکه متهم نشی به اینکه مخالف آیین‌های ایران باستان هستی. کسی نمیتونه من بگه مخالف نوروز دیگه، انصافا وجدانم با اون عکس امام حسینی که زدی روی تیشرتت خدا وسط امام حسین خدایا رحم یه لحظه اجازه بدید من علی جان، من اگه اجازه بدید دو دقیقه وقت دارم، دو دقیقه باهاتم، ولی بعد خدا حالا چند لحظه صبر کن اونور ببینی آخه روی فیسبوک خودت ببین ما رو. بذار من فقط دوربین رو بپوشونم که همه چیز دیده نشه. آماده میکنه از آماده است آخه من برم نمیشنون دیگه صدا تو. چند لحظه بعد صبر کن ببین. بذار من این دوربین رو هم بپوشونم که چیز زیادی دیده نشه توسط اجازه بدید دوستان. الان حضور داریم، این رنگ قرمزی که میبینید از خون نیست، این رنگ قرمز از انگشت منه که روی دوربین هست الان. و خب بذارید ببینم شما تو الان داری میبینی خسرو؟ الان من با تخت وای چقدر زیباست امین، آفرین بعد آفرین به هر همه جا هست خیلی زیباست و خروس هم سر سفره نشسته اتفاقا سبزت هم خیلی خوب چیز شده. من نمیدونستم تو آمریکا هم هفتین اجازه هست، مگه اوباما اجازه میده شما هفتین ها این زمان ترامپ هم بدم مفتوده بکنم. اوکی. خب خیلی حسینش قشنگه، واقعا قشنگه. دوستان نظرتون چیه؟ زیبا نیست حسین امین؟ اجازه بدید من حالا برش گردونم. تا بعدن یک رازهای دیگه ای رو هم یواشکی باید برای عزیزان بگیم از یعنی الان یه سایت درست میشه هفت‌سین یواشکی چی جریان نفهمیدم نه این حالا یه رازهای دیگه ای که یواشکی گفته میشه از این که خیلی سفره هفت‌سین قشنگ بود بدون تعارف. مرسی نمیدونستم قصد سلیقه داری امیر نمیومد و خسرو من قبل از این که پا به دنیای سیاست بذارم هنرمند بودم، فراموش نکن. اما امیر جان من بعد الان واقعا بهتون بگم برو خسرو برو دو شب کارگردانه داره صدا میکنه امیر الان یه قول میده هفته دیگه بازم فیسکارت داشته باشیم، ولی این دفعه ذره زودتر، زمان ها هم عوض کردن که واقعا با بچه دوستان خیلی چون بچه دوستان واقعا پیام میدن از جاهای مختلف و خیلی این برنامه خوششون اومده. الان هم که دیدن از گفت کنم 200 نفر چقدر شیر 100 نفر شیر کردن و اینا. امیر جان از الان واسه هفته دیگه برنامه بذار که با هم باشیم.
سعی میکنم من واقعا خسرو، تو میدونی گرفتاری ها خیلی زیاده، ما حالا سعی میکنیم هفتگی نگرش به داریم، دو هفتگی نشه، ببین به حق پنجتن تلاش میکنیم که حتما این کار رو بتونیم بکنیم. مرسی خسرو که امروز بودی همراهمون توی برنامه یکم متفاوت‌تر، و بعدا یادم بندازید بچه ها درباره تخت بازی کردن هم یه چیزایی رو بهتون بگم، چون که همین چیزه من بدود بگم دیگه، چون واقعا به دوستان وقت بدود بگم. برو برو خسرو. دوستان عزیز، من به شما بدود میگم، از امیر سپاسگزارم که امروز با وقت کمی که داشت تونست با ما باشه. عزیزان از همه شما بسیار سپاسگزارم، و امیر جان تو با دوستان هستی دیگه، و سال نوی رو برای همه شما عزیزان آرزو میکنم. پاینده باشین، بدود. مرسی خسرو جان، موفق باشی. و خسرو که حالا ما رو ترک میکنه، بازم نوروزش هم تبریک بگیم. الان اتفاقی که داره میفته پشت سر من توی اون تلویزیون و اون ور، قاضی جدید سوپریم کورت آمریکا، دیوان عالی آمریکا، داره مراسم تستمونیش برگزار میشه، به پرسش های سناتورها داره پاسخ میده. خیلی جالب بود، خود من هم داشتم این رو دنبال میکردم، برای اینکه من حالا این روزها میبینید زیاد حرف از قانون اساسی میزنم، برای خیلی ها این سوال هست، هی میگن خب چرا اینقدر حرف از قانون اساسی، برای اینکه وقتی که بیشتر با هم آشنا بشیم با مفهوم قانون اساسی، متوجه میشیم که اگر راه نجاتی برای ما وجود داشته باشه، توی همین عبارت، توی قانون اساسی نهفته است. و سالیان سال توی نوشته های مختلف سعی کردم این رو عنوان بکنم، توی اون کتاب رمانی که نوشتم و به خاطرش یک بخش زیادی از زندان من برای اون کتاب هم بهم داده شده بود، که بعد افتخارات زیادی رو هم برام آورد، کتاب اینجا چاه نیست، توی اون رمان هم که نوع ادبیاتش ادبیات رئالیسم جادویی سبک آمریکای جنوبی اصلا، و توی اون هم سعی کرده بودم غیر مستقیم از نیاز به وجود یک قانون اساسی برای همه سرزمین‌های قانون اساسی محکم و دموکراتیک صحبت بکنم در قالب اون داستان. حالا اون داستان هم دوباره با فرمت جدیدش به زبان فارسی و انگلیسی بیرون خواهد اومد به احتمال زیاد بهار امسال، توسط انتشارات شرکت کتاب منتشر خواهد شد، کتاب اینجا چاه نیست. تا بعد از اون توی تمام نوشته های من همیشه صحبت از قانون اساسی رو میبینید، تا الان که دیگه به پررنگ ترین شکل خودش داره میرسه، و توی کتاب بعدی دیگه تقریبا تمام بحث قانون اساسی، نیاز به قانون اساسی، مفهوم قانون اساسی، اینها خواهد بود. من میخوام جنبش قانون اساسی دوباره در ایران ما زنده بشه، و این بار یک جنبشی که ما همونطور که در انقلاب مشروطه جنبش یک جنبش قانون اساسی بود اون زمان هم، اما درک درستی از قانون اساسی وجود نداشت، و الان با یک درک درست و بهتر و دموکراتیک از مفهوم قانون اساسی این بار جلو بریم و بتونیم یک رنگ و لعاب جدیدی به مبارزه خودمون بدیم و امیدوارانه تر حرکت رو ادامه بدیم. من نوروز رو به همه شما عزیزان تبریک میگم. باز هم سوال های خیلی زیادی رو دیدم دوستان پرسیدن، الان هم فراموش نکنید باز هم لطفا بازنشر بدید این رو، دوستان دیگه هم بیان بپیوندن به ما، هم توی صفحه امیر عباس فخرآور روی فیسبوک همراه ما باشن، هم روی اینستاگرام امیر فخرآور میتونید با ما باشید، و هم روی یوتیوب، کسانی که از روی یوتیوب دارن این برنامه رو میبینن فراموش نکنید این پایین حتما سابسکرایب بکنید یا مشترک بشید، که توی کانال یوتیوبی ما که رشد خیلی خوبی رو هم داره بتونیم با هم همراه باشیم و با هم بتونیم بیشتر صحبت بکنیم، در کنار هم دیگه بهترین راه ها رو بررسی بکنیم، توی این فرصت کمی که داریم بتونیم با کمترین هزینه ممکن امکان تغییر این رژیم اهریمنی و جایگزینیش با یک رژیم آزاد و دموکراتیک رو بررسی بکنیم و دنبال بکنیم. سوال‌های زیادی رو پرسیدن عزیزان درباره سحر نوروزاده، درباره لابیست‌های جمهوری اسلامی که چرا اینها همچنان توی وزارت خارجه فعال هستن. خیلی‌ها رو ما می‌بینیم هنوز اونجا سر جاشون هستن. من توضیح مختصری رو تو برنامه پیروز با مسعود صدر دادم. خیلی مختصر براتون بگم، اینها همه هیچ
سمت جدیدی دریافت نکردن. سحر نوروزاده مشاور اوباما بود و بعد از اون به وزارت خارجه آمریکا رفت توی اون توافق مسخره هسته‌ای که به اسم برجام میشناسیم، برنامه جامعه اقدام مشترک، نقش کلیدی بازی کرد. سحر نوروزاده از سال 2002-2003 عضو فعال نایک بود. بولتنهای نایک این گروه لابی جمهوری اسلامی رو مینوشت و همکار بسیار نزدیک و دست راست میشه گفت تریتا پارسی بوده و تونسته بود به نفوذ بده خودش رو به دولت آمریکا و الان هم همچنان اونجا هست، به این دلیل که هنوز همونجوری که من بارها بهتون گفتم سمت‌های بسیار زیادی خالی هست و از 500 سمت کلیدی که در دولت جدید باید وجود داشته باشه حدود تا امروز حدود 470 سمت هنوز خالیه و بیش از هر جایی در سمت‌های معاونت وزارت خارجه آمریکا، معاونین دپیوتی های در واقع رکس تیلرسون، این جاهای خالی داره حس میشه و وقتی که این معاونین مشخص بشن بلا فاصله پایین دستی ها اونها هم مشخص خواهند شد، سر سمت های خودشون میشینن و بعد دیگه ماجرای اینکه چطور میتونن پاکسازی بکنن این پسمانده های دوران اوباما رو از وزارت خارجه، کاخ سفید و نهادهای امنیتی اون مطرح خواهد شد. کار آسونی نیست، کار سختیه مطمئنن، برای اینکه در بعضیا حالا براشون سنگین باور کردن این قضیه، وقتی که بوروکراسی اداری توی یک جامعه حاکمه، وقتی که کسانی میان کارمند رسمی دولت میشن، به خصوص حالا توی آمریکا کارمندهای رسمی یک حقوق ویژه‌ای رو دریافت میکنن که از جمله اون حقوق، حالا درباره پول صحبت نمیکنیم، از جمله اون حقوق ویژه‌ای که دارن اینه که به راحتی نمیشه اینها رو اخراج کرد و اتحادیه‌های کارمندی هستن، یونیون ها میافتن دنبالشون و وکلای بسیار قدرتمندی میان از اینها حمایت میکنن، برای همین حتی اگر دولت بخواد اینها رو اخراج بکنه میرن دولت رو ازش شکایت میکنن و خودشون رو برمیگردونن سر کار. این جزو در واقع اون بازی هایی که استبلیشمنت واشنگتن، چیزی که پرزیدنت ترامپ علیهش اصلا به نوعی قیام کرد و جنبش عمومی که مردم اومدن رأی دادن به دونالد ترامپ، برای این بود که با این قضیه در واشنگتن برخورد بکنه، که البته توی تمام دنیا وجود داره، همیشه دولت مردان میان کاری میکنن با تصویب قوانین که جلوی، یعنی در واقع خودشون رو بتونن روی صندلی ها محکمتر بچسبونن. قانون اساسی آمریکا این اجازه رو نمیده زیاد به اینها، اما بسیاری از این اقدامات که انجام گرفته اقداماتیه که با دور زدن قانون اساسی، با تفسیر نادرست از قانون اساسی، این حقوق ویژه رو برای خودشون در نظر میگیرن کسانی که برای دولت کار میکنن و برای همین مشکل میشه که بشه اونها رو کنار گذاشت. الان مشاور چیف استراتژیست، یعنی طراح اصلی سیاست‌های دولت پرزیدنت ترامپ، استیو بنن، روی لایحه‌ای داره کار میکنه که طبق اون بتونن راحت این مأمورین، کارمندهای به درد نخور دولت اسمشون رو گذاشتن، اینها رو بتونن به راحتی کنار بذارن و اتحادیه‌های کارمندی و اینها یه وقت پشتشون نیان بیفتن که جلوی این کار رو بگیرن. حالا اون لایحه باید بعد از نوشته شدن بیاد به کنگره آمریکا تصویب بشه، مطمئناً سنگ‌های زیادی سر راهش خواهند گذاشت، اما باید ببینیم که به چه صورت خواهد بود. بیرون ریختن پسمانده‌های دوران کلینتون و اوباما آسون نیست در دولت آمریکا، اما دولت ترامپ داره تلاش می‌کنه این کار رو انجام بده و ما هم تا جایی که تیغمون به بره سعی می‌کنیم که این کار رو بکنیم. سوال های زیادی بود در این مورد که چرا پیام نوروزی از طرف پرزیدنت ترامپ داده نشد. خب این بحث مطرح شد، خیلی گفتگوهای زیادی پشت پرده کاخ سفید در این مورد انجام شد و صحبت از این بود که حالا که این ماجرای ممنوعیت ورود مهاجرین از 6 کشور که ایران هم جزوش هست، ممنوعیت موقت مطرح شده برای اینکه براتون همونجور که قبلا توضیح دادم این در نهایت به نفع ما آزادی خواهان ایرانی خواهد بود و به ضرر رژیم جمهوری اسلامی خواهد بود و رژیم های دیکتاتوری که مزدوران خودشون رو به تعداد بسیار زیاد دارن به خاک آمریکا وارد میکنن. اما صحبت از این بود که حالا که این مسئله مطرح شده و رسانه‌های چپ دارن به شدت حمله میکنن که جلوی این قضیه رو بگیرن و مطرح بکنن که ترامپ یک
فرد نژاد پرستی هست و داره این کارها رو میکنه و اینها، اگر یک همچین پیامی بیاد بیرون که بخواد به مردم ایران تبریک بگه، از اون طرف ممکنه رسانه‌های چپ شروع بکنن و جنجالی رو به پا بکنن که آی از یه طرف میای ممنوع میکنی ورودشون رو از یه طرف فلان، و متهمش بکنن به تظاهر و ریای سیاسی و از این حرف ها. ولی در نهایت حالا ما سعی کردیم که این رو جا بندازیم، توضیح بدیم که نیاز به یک پیام نوروزی هست. امیدوار باشیم اگر توصیه هامون موفق عمل کرده باشه، شاید ظرف یکی دو روز آینده ما شاهد پیام نوروزی رئیس جمهور جدید آمریکا باشیم. مطمئن باشید که رئیس جمهور جدید آمریکا و دولت جدید آمریکا حساب مردم ایران را از حساب رژیم جمهوری اسلامی کاملا جدا کرده و توضیحات هر روزه ما و دوستانمون هم هرچه بیشتر و بیشتر این قضیه رو نشون خواهد داد برای این دولت که واقعا تفاوت از زمین تا آسمان است میان مردم ایران و رژیم جمهوری اسلامی. از جمله سوالات دیگه ای رو که یه نکات دیگه ای رو که دوستان مطرح کردن، خانمی به اسم الهام داشت می نوشت، دارم میبینم دوستان همینجوری دارن شیر میکنن، لطفاً هرچی بیشتر رو صفحات خودتون شیر بکنید، حتی بعد از تموم شدن این ویدیو هم بازنشر بدید روی صفحات فیسبوک خودتون شیر بکنید که ما تعداد بیشتری از دوستان رو بتونیم با خودمون داشته باشیم اینجا. یک لحظه من جلوی رفلکس بعد و خانم الهام داشتن سوال میکردن، چندین بار این مسئله رو پرسیدن که آیا ترامپ قرار استعفا بده. این بخشی از همون تبلیغات جنگ روانیه که رسانه های چپ را انداختن. اصلا وقتی سی ان ان رو باز میکنید انگار در زباله‌دانی رو وقتی روشنش میکنید، کانال رو میذارید رو سی ان ان، سی ان ان، ام اس ام بی سی، نمیدونم حتی برنامه های خبری ان بی سی، سی بی اس، ای بی سی، NPR رادیو ملی آمریکا، یا نیویورک تایمز رو میبینید، واشنگتن پست رو میبینید، این رسانه‌هایی که متعلق به جریان چپ هستند و به ویژه CNN که دیگه حال به هم زن شده میزان دروغ‌هایی که از این رسانه داره میاد بیرون، و اینها دارن هی سعی میکنن این جنگ روانی رو همچنان ادامه بدن که بله الانه که بره استیضاح بشه ترامپ، الانه که برکنار بشه. حتی ما دیدیم رپرهای آمریکایی، این چیزا اصلا تو تاریخ آمریکا سابقه نداره که رپرهای آمریکایی تا این حد بیان برخورد بکنن که برن سنوپ داگ اگر اشتباه نکنم یکی از رپرهای معروف اما در حال حاضر ورشکسته آمریکایی، توی یکی از ویدیو کلیپ های خودش با اسلحه به سر یک عروسکی که از ترامپ ساختن به شکل دلغک شلیک میکنه با یک اسلحه مثلا اسباب بازی، و حتی برادرزادش میاد میگه که ما زن ترامپ رو میریم نمیدونم گروگان میگیریم، بهش تجاوز میکنیم، بعد اون رو فاحشه خودمون میکنیم، و از این حرفایی که اصلا سابقه نداره توی تاریخ 200 ساله این کشور. همیشه یک احترامی رو برای جایگاه رئیس جمهور و بانوی اول آمریکا قائل بودند، برای اینکه این احترام به دموکراسی خودشون وقتی این کار رو میکنن، اما الان وقتی دارن دیگه جریان چپ داره تا این حد منزجر کننده میاد وارد این قضايا میشه، باید احساس خطر بکنیم. و این افرادی که همیشه از تحمل حرف میزدن و همیشه شعارهای انسان دوستی و این حرفها سر میدادن، حالا ببینید انسان شعارهای دموکراسی و از این صحبتها، ببینید چطور تو عرصه عمل آدمهایی هستند با این شخصیتهای عجیب و غریب. اما از کارهای جالبی که انجام شد، پرزیدنت ترامپ توی بودجه‌ای که ارائه داد به مجلس، به کنگره آمریکا، بخش زیادی از کمک های دولتی رو که به این رسانه های چپ در دوران از دوران کلینتون باب شد که انجام بشه، از آغاز دهه 90 میلادی تا دوران اوباما که به اوج خودش رسیده بود، و این پول های این دلار هایی که از محل پول های مالیات مردم آمریکا داشت سرازیر میشد به این رسانه ها، باعث شده بود این رسانه ها دیگه به نهایت گستاخی منفی خودشون البته برسن، و از یه طرف در خدمت ارباب قدرت بودن در دوران دموکرات ها، و هر بار که جمهوری خواها به قدرت میرسن به شدت سگ های هاری بودن که به سیاستمدارهای جمهوری خواه حمله کردن. حالا ترامپ تصمیم گرفته
این بودجه ها رو قطع بکنه، که صدای این رسانه ها هم در اومده، ولی خب واقعیتیه که باید انجام بشه. رسانه ها در ایالات متحده آمریکا باید خصوصی باشن، ما رسانه دولتی اینجا نداریم و دولت حق نداره بیاد از طریق رسانه ها و اخبار بره افکار عمومی رو بخواد به سمت خودش جلب بکنه، و اون کاری که معمولا توی حکومت های دیکتاتوری انجام میدن، این کارها در کشورهای آزاد و دموکراتیک نباید انجام بشه. رسانه ها باید چشم بینا و گوش شنوای مردم باشن، اما متاسفانه ما میبینیم هر بار دموکرات ها، سیاست مداران از حزب دموکرات به قدرت میرسن، سعی میکنن با تمام توان رسانه ها رو قلاده ای بزنن و در خدمت خودشون بگیرن، که حالا امیدوارم که با این برخورد هایی که میشه و با این قطع بودجه های دولتی برای این رسانه ها یک درس عبرتی باشه برای اونها، تا یاد بگیرن به کار خودشون، یعنی کار نظارت بر دولت برگردن، به جای اینکه بخوان به عنوان اتک داگ، حالا اینجا میگن سگ های هاری که میرن حمله میکنن به رقبای حزبی دموکرات ها، ازشون استفاده بشه. اخبار زیاد دیگه هم دیروز، رئیس FBI دایرکتور کومی، جیمز کومی، اومده بود تا صحبت بکنه توی کنگره آمریکا. یکی از کارهای زیبایی که توی کنگره آمریکا هست و حالا توی قانون اساسی ایران آینده خودمون هم این گنجونده شده تو قانون اساسی پیشنهادی که داشته باشیم، بسیار کار خوبیه، اینه که نمایندگان مردم در پارلمان این حق رو داشته باشن که سیاستمداران رو، چهره های عمدتاً غیر منتخب رو، یعنی کسانی رو که مردم بهشون رأی نمیدن، این افراد افرادی هستن که منصوب میشن به یک سری از سمت‌های کلیدی، این فرصت وجود داشته باشه که اینها رو بیارن برای بازپرسی دائم، نه فقط به صورت فرمایشی. در قانون اساسی مسخره جمهوری اسلامی هم استیضاح وزرا گنجونده شده، اما یک چیز کاملا نمایشیه و هر چند ده سال یک بار آوردن این کار رو کردن، اون هم با جهتگیری های سیاسی خاص. اما توی ایالات متحده آمریکا هر روز این هیرینگ ها برگزار میشه برای مسئولین دولتی توی سطوح مختلف و حالا مدیران کل تا وزرا، ما شاهد این هستیم که باید بیان و پاسخگوی نمایندگان مردم در کنگره آمریکا باشن، در پارلمان باشن. و رئیس FBI اومده بود تا درباره مسائل مختلفی صحبت بکنه، از جمله این بخش بزرگی از جنگ روانی که چپ‌ها را انداختن علیه پرزیدنت ترامپ، که ارتباطاتی با مسئولین دولتی دولت جدید آمریکا، ارتباطاتی با دولت روسیه دارن، که اون هم جالب بود دیروز دنبال کردنش، و اینکه چطور داشت توسط رسانه‌های مثل CNN گزارش میشد، که کاملا یک چیز دیگه ای از اتفاقی که داشت در کنگره میافتاد داشتن گزارش میکردن. خب دوستان، اگر سوالی نباشه، سوال بی پاسخی نباشه، عزیزانی که از یوتیوب دارن ما رو دنبال میکنن، لطف کنید بذارید حالا که هستید من اون نکته ای رو که چند بار سعی کرده بودم آزمایش بکنم و جواب نگرفته بودیم ازش، بذارید من یک بار دیگه اون قضیه رو هم با اجازتون پس آزمایشش بکنم، این که ما ببینیم میتونیم آیا کسانی رو این بالا داشته باشیم. فیسبوک، فیسکایپ امروزمون به پایان رسید، اما من میخوام الان با اجازه شما آزمایش بکنم که اگر ما بتونیم کسانی رو روی صفحه داشته باشیم، که اگر این چند بار البته توی سفر هم که بودم تلاش کردم اما نشد، حالا ببینم الان اگر دوستانی هستن که داوطلب میشن برای اینکه من آزمایش بکنم براشون دعوتنامه بنویسم بفرستم، که ایوب کاظمی گفت من رو بگیر، اجازه بدید ببینم میتونم ایوب رو بگیرم. ایوب به من نمیده الان که بتونم دعوتت کنم، یک مشکلی اونجا وجود داره. عارف هاشمی زاده گفته چرا ترامپ مدرکی برای شنود شدنش توسط اوباما رو نکرد؟ خب این رو گذاشته به حساب سازمان‌های امنیتی که دارن الان پیگیر این قضیه هستن، اما عارف این اتفاق افتاده و حتی این ترامپ نبود برای اولین بار که
این قضیه رو مطرح کرد. من همزمان که داریم میگیم داریوش رو هم امتحان میکنم، نشد. اگر این مسئله توسط روزنامه نیویورک تایمز که روزنامه مدافع خود اوباما هم هست، روزنامه دست چپی آمریکایی هست، این قضیه برای نخستین بار مطرح شده بود که گفته بودن که دارن که از شنودهایی که انجام شده از مسئولین دولت آمریکا، از اون شنودها متوجه شدن که این، من نمیدونم چرا هیچ کدوم از دوستان رو حالا نمیتونم دعوت کنم. من قبلا میتونستم دعوت بکنم یه سری از عزیزان رو که اصلا بیان، ولی الان اصلا گزینه دعوت رو دیگه به من به دلایلی نمیده. خلاصه بله عارف جان، داستان اینه که این مسئله یک چیزی نیست که ترامپ برای اولین بار گفته باشه. در همون رسانه‌های چپ دائم مطرح شده بود که اینها شنود شده و ترامپ اتفاقا بر اساس همون حرفایی که اونها هم زدن آورد این قضیه رو گفت. و حتی جالبه که توی کنفرانس مطبوعاتی که دو روز پیش با آنجلا مرکل صدر اعظم آلمان پرزیدنت ترامپ داشت، یکی از خبرنگارها همین اومد ازش پرسید و گفت که چرا سند ارائه نمیدی برای این مسئله شنود، و ترامپ پاسخ بسیار جالبی داد. برگشت گفت که، اشاره کرد به آنجلا مرکل، اگر خاطرتون باشه دو سه سال پیش وقتی اسناد ویکیلیکس بیرون اومده بود مشخص شده بود که دولت اوباما یواشکی حتی موبایل آنجلا مرکل رو هم داشته شنود میکرده، که این بسیار سرصدای زیادی رو به پا کرد. خود آنجلا مرکل اون سال عصبانی شده بود شدید و حتی یک درگیری هایی بین دولت آمریکا و دولت آلمان پیش اومده بود که دولت آمریکا به چه حقی تا این حد داره شنود میکنه رهبران کشورهای دیگه دنیا رو. و وقتی که این سوال رو خبرنگار از پرزیدنت ترامپ پرسید، ترامپ به آنجلا مرکل اشاره کرد و گفت خیلی خوشحالم که این یک قضیه ایه که من و خانم مرکل هر دو قربانیان یک همچین مسئله با هم هستیم. خب من همچنان برای دو سه نفر دیگه از دوستان رو اگر اجازه بدید من تلاش بکنم ببینم میتونم بگیرم. این پروگرام هر چی هست، من فکر می‌کنم هنوز پروگرام آپدیت نشده، این مشکل توسط خود یوتیوب باید پیگیری بشه. من بازم عزیزان دیگه رو اگر کاندید هستن که بزنم، دو سه نفر دیگه از عزیزان رو بزنم، و اگر نشد ما این فیس کارپ رو هم کامل ببندیم و بریم برای فرصت دیگه‌ای که بتونیم با شما عزیزان باشیم. همون جوری که ساویس، ببینم میتونم ایشون رو ببینم، و پیامی که داره به من میده مال همه عزیزان به یک شکله و آشور خودی باز هم نمیده به من. نه متاسفانه پین کامنت میده فقط، دیلیت کامنت و بلاک، و این یک مشکلی است. فکر میکنم باید شاه دمو ببینم میتونم بگیرم. نه متاسفانه مشکل وجود داره. خیلی ممنون از همه شما عزیزان. یک بار دیگه نوروز باستانی جمشیدی رو به همه شما عزیزان تبریک میگم و امیدوارم سالی رو که در کنار هم دیگه شروع کردیم یک سال بسیار خوب و پر از موفقیت باشه. محمد خواسته در... نه جواب نمیده. پر از موفقیت باشه برای شما، برای همه شما عزیزان، و سال آزادی ایران عزیزمون، بهتر بگیم سال تحولات بسیار بزرگ در جهت مثبت برای ایران عزیزمون خواهد بود، و امیدواریم که ما رو به آزادی و دموکراسی هر چه نزدیک و نزدیکتر بکنه. همه شما عزیزان رو به یزدان پاک میسپارم. فراموش نکنید اگر روی یوتیوب دارید میبینید، اون پایین همین الان سابسکرایب حتما بکنید، مشترک بشید. پاینده ایران و بدرود عزیزان.